نبیند غیر دستاری و ریش، از معرف پرسد از بیش و کمیش. پس علم فقط ظاهر رو میتونه ببینه و به ظاهر او نبیند غیر دستاری و ریش. مثلا یه نفر که میاد، این فقط میتونه لباسش رو ببینه، اینجا دستار رو گفته، ولی منظور لباسش رو میتونی ببینی و ریشش رو، یعنی یا ظاهر بدنش رو یا پوششش رو ببینه. این ظاهر اینه دیگه. خب قدیم اینطوری بود، وقتی که مهمان ها می اومدن، یک نفر دم در وای می ساد، هر کی که وارد می شد معرفی می کرد، یعنی داد می زد که مثلا یکی وارد شد می گفت حاج چیچیه چیچی رئیس صنف برنج فروش ها. خب می اومد تو، به اون شخصی که این معرفی رو انجام می داد می گفتن معرف. حالا مولانا میگه کسی که علم داره اینطوریه، فقط ظاهره میبینه، برای اینکه بفهم کیه از معرف پرسد از بیش و کمیش، یعنی باید بره با واسطه بفهمه که این طرف کیه، خودش نمیبینه بلکه با واسطه میفهمه چیزها رو. مثل این مثال مهمانی که اون معرف باید بگه که این شخصی که اومد تو کیه، و یعنی من که این توایستدم فقط لباس میبینم که خوبه یا بده، یا ریشش میبینم. عارفا تو از معرف فارغی، خود همی بینی که نور بازقی. پس عارف مولانا میگه کسیه که خودش نگاه میکنه، قائم به خود میفهمه که اون چیه، میبینه، یعنی اصلا قضیه فهمیدنی در کار. عارفا تو از معرف فارغی، یعنی از واسطه معافی، تو احتیاج به واسطه نیست، خود همی بینی که نور بازقی، بازق یعنی درخشان. کار تقوا دارد و دین و صلاح، که از او باشد به دو عالم فلاح. کار یه چیزی دارد، یعنی اون اهمیت دارد، اون اهمیت دارد. اینجا کار چی کاری اهمیت دارد؟ تقوا. کار تقوا دارد و دین و صلاح. پس این آیتمایی که مولانا آورد میگه اینا مهم هست، اینکه علمت چقدر خیلی به درد این بینشت نمیخوره، که از او باشد به دو عالم فلاح هم، یعنی Thank you.